به بخش اقتصادی خوش آمدید. پروژه بند پاشدان هرات تا 3 سال دیگر به بهره برداری می رسد. مقام های محلی هرات می گویند تقریبا 120 میلیون دلار برای ساخت این بند آبی هزینه شده است. اما مشکلات تکنیکی و چگونگی دیزاین آن باعث شده تا مدت تکمیل این پروژه زمانگیر شود. مسئولان ساخت این سد آبی می گویند با تکمیل این پروژه بیش از 60 هزار جریب زمین زیر کشت خواهد رفت. حسین کریمی گزارش می دهد. پروژه بند پاشدان بزرگترین برنامه اقتصادی هرات. کار این سد آبی 4 سال پیش شروع شد. تقریبا 120 میلیون دلار برای ساخت این بند آبی هزینه شده است. اما به دلیل مشکلات تکنیکی و چگونگی دیزاین این پروژه تا حالا تنها 20% از کار آن پیش رفته است. مقام های محلی هرات حالا تاکید می کنند که تا 3 سال دیگر کار ساخت این سد آبی تمام خواهد شد. والی هرات میگوید در صورت تکمیل شدن این سد آبی تقریبا 65 هزار جریب زمین زراعتی که تا حالا کشت نشده است آبیاری میگردد و در کنار آن 2 مگاوات برق نیز از این بند آبی تولید خواهد شد. 1.5 تا 2 سال بعد آب میتونه قسمت ذخیره شود و تا 3 سال آینده پروژه انشالله تکمیل میشه، هم خود بند و هم کانالایش که خبر خوشی برای همه مردم هرات است انشالله. اما با در نظر داشته منافعی که در دراز مدت این بند برای مردم هرات و زارعین هرات دارد، هزینش قابل مقایسه است. پروژه بند پاشدان بعد از بند سلما و بزرگترین پروژه اقتصادی هرات است. هدف از ساخت این سد آبی بیشتر آبیاری زمین‌های زراعتی است که سال‌هاست زیر کشت نرفته. مسئولان ساخت این پروژه اقتصادی میگویند در کنار ساخت سد آبی بیشتر از 50 کیلومتر کانال های مهم در قسمت های شمال و جنوب این پروژه ساخته خواهد شد. انجینیران ساخت این سد آبی میگویند یکی از این کانال ها به قسمت شمال شهر هرات به منظور آبیاری کمربند سبز ساخته می شود. 3 سال پروژه صرف مسائل دیزاین و سروی تکنیکی از صرف شد. پروژه اهداف بسیار عالی داره. اگر ان شاء الله پروژه تکمیل شه یقینا چهره شهر هرات و حتی نام شهر هرات تغییر میده، به خاطر از اینکه این پروژه حداقل 65 هزار جریب زمین جدید تحت آبیاری قرار میده و کمربند سبز شمال شهر هرات انشاءالله احیا میکنه. تفاوتی که این پروژه با بند سلما داره اینه که در پروژه بند پاشدان دیزاین، ساخت و تکمیل پروژه ها کانال های بند پاشدان هرات در ولسوالی کروخ این ولایت موقعیت دارد و بالای رود کروخ بسته خواهد شد. کار این پروژه را یک شرکت افغانی به همکاری یک شرکت خارجی به پیش میبرد. با آنکه حالا گفته شده تا 3 سال دیگر این سد بزرگ آبی تکمیل می شود، اما باید منتظر ماند که بالاخره در ختم 3 سال این سد آبی به بهره برداری می رسد یا خیر.